رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام بفرمایید. خیلی خوشحالم از اینکه شانس اینو دارم که باهاتون صحبت بکنم. من سوالم راجع به پسر 16 سالم هستش. یه توضیح مختصری میدم. من 51 سالمه، همسرم 60 سالشه. من معلم هستم، همسرم پزشک هستش و دو تا فرزند پسر داریم با فاصله 23 ماه. بزرگه 18 سالشه و کوچیکه 16 سالشه. و الان از کجا تلفن میکنی؟ ما از آلمان زندگی میکنیم و بچه ها دوتاشون اینجا به دنیا آمدن. خود شما هر دو چه مدتی از آلمان هستی؟ من 20 سال، همسرم 40 سال. اوکی، میفرمید. خب خواهش میکنم. سوال من در مورد پسر دومم هستش. من مجبورم که به خاطر شرایط خاص مدرسه آلمان یه توضیح مختصری بدم. البته شنونده دیگه هم اینو گفتن. اینجا یکم سیستم مدرسه یه ذره مسخره هستش. اینجا یه دونه دیپلم هستش که 13 ساله هستش و با این دیپلم میتونن وارد دانشگاه بشن. یه دیپلم هستش که 11 ساله هستش و با این دیپلم میتونن دوره هایی رو بگذرنن از قبیل پرستاری، کارمند بانک یا تکنسیان اتاق عمل، اینجور چیزا. یعنی دانشگاه نیستش، دوره های 3 ساله شبیه بچلر مثلا. و من و همسرم هیچ سرمایه دیگه ای نداشتیم که به بستری بچه ها بذاریم به غیر از مسائل فرهنگی و علمی. یعنی از بچگی اینها ما تمام سعیمون این بود که اینا تو مدرسه باشن، درس خوب بخونن، تا تمام فعالیت جانبی یعنی ورزش های مختلف، موسیقی، این تمام کارهایی بود که ما از دستمون برمی اومد و با جون و دل برای بچه ها انجام دادیم به امید اینکه این نتیجه خوب بده. این پسر کوچیکترم وقتی که پیش دبستانی بود به توصیه معلمهاش و به اصرار معلمهاش که البته تصمیم خیلی اشتباهی بود، من با صحبتهای شما آشنا هستم، ما اینو یک سال زودتر گذاشتیم رفت مدرسه به واسطه اینکه جسه بزرگی هم داشت و بچه باهوش و حواس جمعی هم بودش. دوران دبستانش رو خوب پیش رفت. از کلاس پنجم ششم کم کم شروع شد درساش به افت کردن و الان یه مدتی هستش که من میدیدم این هی داره میاد به من اصرار میکنه که مامان من دانشگاه نمیخوام برم و برای من این دیپلم 11 ساله کافیه و میخوام که مدرسه رو تموم کنم. بعد متوجه شدم که این اصرارش به خاطر اینه که توی دورانی این کرونا گرفت، 3 هفته مدرسه نرفت، از درس ها هیچی نمیدونست، بعد معلم ها ظاهرن همکاری نکردن و این همینطور از درس دورتر و دورتر شده و از خجالتش خیلی از کلاس هم شرکت نکرده و الان نمره هاش به حدی نیستش که این بتونه امسال رو بتونه پاس بکنه و به احتمال قوی هنوز یه ماه دیگه از مدرسه هستش، باید این یک سال تکرار بکنه و ما هم برای این که بخوایم که اینا یکم یه شاید من بذارید ازتون یه، چون اینو من از پدر و مادرهای عزیزی مانند شما شنیدم که برای ما موضوع تحصیل بچه و اینا خیلی مهم بوده، ولی من فکر کنم شما فقط به هدف نگاه کردید. چطور تغییر حال فرزندتون رو برای 4-5 سال اخیر متوجه نشدید که شاید یه گیری، گرفتاری به هر شکل و فرمیست یا این آخری که داره یک کمی آهسته میده یا از خط خارج میشه، چطور اینو متوجه نشدی؟ این اخیراً آقای دکتر این شروع کرد به کار کردن. من یعنی متوجه هستم شما خب من سخت با کار کردن بچه ها مخالفم. بله. من تو تا 22 هم مخالفم. بله متوجه این هستم. متاسفانه چون اینجا بچه های آلمانی اکثرا کار میکنن، همسر من موافقت کرد با اینکه این بره کار بکنه و بدتر بذارید من اینجا هم یه تصحیح بکنم. حرفی که شما میزنی درسته عزیز، برای که مطالعات نشون میده از 100 تا بچه این پیر کار میکنه 70 تاش اون هدفهای قبلی آموزشی رو ول میکنه به دلایل بسیار که میشه توصیف. دوم، حرفی که میفرمایید در آلمان چنینه، ولی شما آلمانی نگاه نکردید. شما به اصل آلمانی نگاه نکردید که اگر نیمشون نرن درس دانشگاه براشون مهم نباشه.
دکتر. یعنی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که ماجرای سازگاری با محیط اونجایی که خوب و درست و مفیده باید انجام بشه، اونجایی که نه نه. حالا اون که گذشته، من چون برنامه مخصوص تنها شما نیست، دیگران رو میشنوم، میخوام بدونم که در وقتی شما به من میفرمایید و مطمئنم چنینه، پدر و مادر ماجرای بچه ها مثل ازدواجه، مانند رانندگی عزیز، حتی یه دقیقه هم نمیشه ازش غافل شد. و من به مجردی که یک توقفی انحرافی میبینم، نه در جهت اینکه باید چنین و چنان کنی، امر یا دستوری نیست، ماجرا چرایی مسئله است که ببینم چه خبره. حالا شما به من الان فرمودید که این موضوع بوده، خب این موضوع یه چیز کوتاه مدتی که نبوده، شما متوجه حال فرزندتونی، برای شما یادتون باید باشه پسر دومتونه، همیشه احساس کوچکتری و کمتری از برادرش میکنه، به مجردی که بهش بگن تو یه ذره کمتری، خودشو دو ذره کمتر میدونه، و حالا که دو ذره کمتره پس بهتر اصلا ولش کنی بشه پنج ذره. یعنی اینا هم ادامه پیدا کرد، ولی اینا رو میشه حل کرد، اونقدر مسئله ای نیست. برای که حالا به من بفرمایید که الان کجا ایستاده و شما در گفتگوی با او کجا هستید؟ بله الان خب این کارشو داره میره و مدرسهش هم به احتمال قوی باید تکرار بکنه، ولی باز هم اینا مشکل ما نیست، چون که اتفاقا خوشحالم هستیم که این یک سالو تکرار کنه که برسه به سن خودش. خودش البته از این موضوع ناراحته. مسئله دومی هست که هستش توی این منطقه که ما زندگی میکنیم، این مدرسه که کلاس 11 تا 13 رو داره یک کمی حاشیه شهره و بچه ها از 16 سالگی موتور سوار میشن و این مدرسه یک دونه پارکینگ بزرگ موتور داره، چون که وسیله نقلیه بچه ها اکثرا موتور هستش. برادرش هم این از 16 سالگی داشت، حالا که 18 شده ماشین داره و این هم به عشق اینکه گواهینامه موتور رو بگیره تئوریش رو رد کرد، یعنی انجام داد قبول شد و از عملیش یک جلسه مونده بود و چون نمره هاش بد شد و ما با معلمش صحبت کردیم و دیدیم که این غیبت های غیر موجه داشته، یعنی صبح میرفته مدرسه و تو حیات میشسته سر کلاس نمیرفته و از مدرسه هم به ما اینو اطلاع ندادن، همسر من عصبانی شد و زنگ زد به اون آموزشگاه رانندگی و گفتش که اینو فریز بکنیم، فعلا نمیخوان که این گواهینامه بگیره. گواهینامه چی رو بگیره؟ گواهینامه موتورش رو بگیره که بتونه باش بره مدرسه دیگه. من یه سوال ازتون دارم، برای گرفتن بله. گواهینامه رانندگی چه سنی باید باشه؟ 16 سال. ماشین 18 ولی موتور 16. یعنی قبل از بیشتر نمیتونه گواهینامه رانندگی بگیره؟ نه خیر، نه خیر. مطمئنه؟ بلکه در یه جایی ماننده ام بگیرن ولی بله. خب بفهم. میتونن بگیرن گواهینامه رانندگی مثال منه. بله گواهینامه رانندگی رو از 18 سالگی میتونن امتحان بدن و تا 18 فقط در صورتی میتونن رانندگی کنن اگر گواهینامه‌شون رو بگیرن که پدر یا مادر پیششون نشسته باشه. فقط پدر و مادر. به طور مستقل از 18 سالگی میتونن برن. چون میدونید من اینو برای دیگران میگم، راه حل من این بود که گواهینامه رانندگی بگیره ماشین براش بخرید. بله نه الان موتور داره و فقط منتظر گواهینامه موتورشه که از 16 سالگی اجازه بده. خب بنابراین شما سر یه چیزی که از 18 سالگی. خب حالا اگر قرار هست که بچه‌ها دارند و برادرش هم داشته، شما نمیتونید با عصبانیت تصمیم برای نداشتن موتورش بگیرید. قصه عصبانیت نیست. یعنی اگر مسئول و مقصری در اینجاست پدر و مادرن، نه اون. اگه خواستید من میتونم یه فکری برای تنبیه شما دوتا بکنم. ما فردا یک جلسه مشاوره داریم با روانشناس جوانها و آلمانیا کلن میگن خب اگر که دیپلم نمیگیره دانشگاه نمیره مهم نیست، چون که بیشتر میخوان بچه ها هم تشریف کنن که این دوره ها رو بگذرونن، چون که کم دارن کار من و من خیلی دلم میخواد قبل از این جلسه فردا من با شما صحبت بکنم که اگر که شما تایید میکنین که الان کردین، ما این موتور رو بهش اجازه بدیم که این موتور رو بگیره. نه من با موتور شرفی ندارم. نه من سب کنین عزیز، راحت و آسوده بشینین شما و همسرت.
بگید که آقای محترم، ما همطور که میدونین نوکر شما و کلفت شما بودیم، یا شما یا همسرتون سخنرانی بفرمایید، و در خدمت شما بزرگواریم. ما دوتا شب راحت نمیخوابیم، اصلا حالمونم بده، مشکلات روانی هم داریم، ولی دلمون میخواد تو بری دانشگاه. شرایط تو بگو، هر چی بخوای بهت میدیم، بیا برو دانشگاه. ما همین سادگی، فکر کن موتورتو که میدیم بهت، اصلا بحثی نداریم، امیدوارم مشکلی ایجاد نکنی، ولی نه به عنوان تنبیه. من با موتور مسئله دارم، ولی اگر میگید اینقدر عادیه، تموم شد، بهش بدید. دوم، ما منتظر این هستیم که عالی جناب یه لیستی از چیزایی که میخوای به ما بدی، ما همشو بدون قید و شرط قبول میکنیم، ولی با این در مقابلش تو ببر دانشگاه. همین، درسات هم کمکت میکنیم، کمبودات هم جبران میکنیم، هیچ مسئله‌ای هم نیست. و همین، من مطمئنم باید پسر شما مثلا چون بچه دومه، یه ذره بهش فرصت بدید، یه لیست براتون حاضر میکنه، خیلی هم بلند و بالا نیست، ازش قبول کنید، بره دانشگاه، خودتون خلاص کنید. نه، ما با این مشکلی نداریم، فقط اینه که آقای دکتر، برای مثال ما برای ریاضی این الان 3 ساله که معلم خصوصی گرفتیم، یعنی یک بار در هفته 2 ساعت یا 3 ساعت با معلم خصوصی کار میکنه، و این امتحان آخرش رو تقریبا، حالا با نمره ایران اگر مقایسه کنیم، حدود 8 و 9 شده. خب بعید نیست که مشکل لرنینگ استبیلیتی. نه نه، ببینید عزیز، نداره، ما تستا رو کردیم. آخه معنی نداره. نه سب کنید. بله آقای دکتر، اگر اجازه بدین من یک تاریخچه کوتاهی از پسرم بهتون بگم. من حاملگی خیلی آرومی نداشتم، پر استرس بوده، ولی زایمانم با خواست خودم سزارین بوده برای هر دو تا بچه. توی سن دبستانش ما از هر دوتاشون تست آی کیو کردیم، بزرگه کم بیشتر بود و کوچیکم، همین پسرم که الان مورد نظر هستش، از اوریج یه ذره بالاتر. نه چقدر بود؟ اگر عددش بالای 110 بود، 100 مثلا بین 110 تا 115. و اون پسر بزرگتون چقدر بود؟ مال اون 126. اوکی. البته معمولا فاصله ها حدود 5-6 تا بیشتر نیست بین برادران، و ضمنا معمولا بچه دوم کمی باهوشتره. ولی بیاد بریم سراغ دوران بارداریتون، آیا واقعا مسائل جدی مطرح بود و فکر کنید آسیب اونجا خورده؟ خودم خیلی استرس داشتم، شرایط خیلی با آرامشی نداشتم، تنش زیاد داشتم. اوکی، خب حالا بگذاریم. بعدش به من بگید تولد تا یک سال اولش چطور بود از نظر تغذیه؟ تا یک سال اولش وزنش حدود 2.8 کیلو بودش، ولی یکم این مشکل ماهیچه‌ای داشت، یعنی که خیلی دیر نشست، دیر راه افتاد، با کمک فیزیوتراپی و تمرین‌های زیاد تونست که بشینه و راه بره، ولی از وقتی که راه افتاد یکم حالت ناآروم داره، یعنی همین الانش هم که 16 سالشه تو خونه که راه میره با توپ فوتبال تق و تق و تق به دیوار میزنه و راه میره. نه آخه یه خبری هست، یعنی یه جوری مسائلی هست، چه هست رو من نمیدونم، خیلی چیزا میتونه باشه. یعنی ببینید، شما یه فرضی گرفتید که من باش راحت نیستم، که پسرتون از همه نظر عادی، معمولی یا نرماله. به نظر من نیست، مخصوصا به نوعی که بیان کردید. شما میتونید تصحیح کنید منو که درس ریاضی رو نه اینکه نخونده یا نخواسته، شاید نتونسته نمره خوب بگیره. دقیقا این صحبتی که با روانشناسش حدود 10 روز پیش داشتیم، من گفتم که به نظر من شاید این کمبود تمرکز داره، با وجود اینکه حدود 6-7 سال پیش توی ایران تست تووا رو انجام دادیم برای هر دوتاشون و مشکلی ندیدن توی اون، ولی من احساس کردم که شاید این مشکل تمرکز داره. دکتر گفتش که شاید مشکل تمرکز نیست، شاید کمبود موتیویشن هستش براش، ولی من اینو اینطور نمیبینم، برای اینکه معلم رانندگیش هم این گله رو کرد، گفت این همه چیز رو سرسری میگیره، تا
توی زندگی هم همه چیز رو سرسری میگیره و اون واقع گرایی رو که باید داشته باشه رو نداره. خب آخه ببینید نه سرسری درست کار نمی کنه. نه 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 سرسری گرفتن برخی از اوقات این است که انرژی روانی صرف موضوعی که همکنون هست نمیشه. یعنی درست مثالش اینه که مثل خودکاری که من و شما می نویسیم به اندازه کافی نزدیک کاغذ نیست، فشار نمیاریم که بنویسه، برای این بعد از اینکه تموم شد میبینیم چیزی ننوشتیم. علامتی که نشون میده ممکنه کمبود توجه و تمرکز نباشه، ولی میتونه یه حالت بی‌اعتنایی و بی اهمیتی باشه. درسته. که ناشی از برخی از اوقات شاید شرم و یا احساس حقارت یا هر چیزی. به من بگید، گفتید از نظر جسه بزرگتر از، یعنی اندازه بچه های دیگه است یا خوبه، درسته؟ از بچه های آلمانی هم یکم بلندتر هست. حالا به من بفرمید خودشو چه اندازه زیبا یا خوشندام یا خوب میدونه؟ نمیبینه همش فکر میکنه که چاقه. و حتی یه بار من باش گفتم که خب تو چرا دوست دختر نمیگیری الان دیگه وقتشه، گفت ماما من چاقم، هیچ کس حاضر نمیشه با من دوست بشه. آیا چقدر وزن اضافه داره؟ زیاد نه جان، زیاد اضافه نداره، کلا درشته. یعنی قدش آخه درشت بودن که در یه که خب خیلیه برای بچه 16 ساله، ولی آخه نه اضافه وزنش چقدره؟ حدود 80 کیلوه. خب اون زیاده، ولی بچه چاقی نیستش، ولی خب درشته. نه درشت بودن اشکالی در یه جامعه مانند آلمان نیست که اونا درشتن، ولی شاید مثلا یه 10 کیلو اضافه داره مثلا. ولی این احساس شرمی هم که شما فرمودین اینو داره. یعنی مثلا ما بیرون که میریم اگر که فارسی حرف بزنیم اصرار داره که حرف نزنیم، یا همش به من مثلا اشاره میکنه اینو نگو اونو بگو، به پدرش همینطور. یعنی همش میخواد خودشو غیر از اونی که هست به بقیه نشون بده. خب واقعیتش این است که به هر حال بچه هایی هست. چقدر ظاهرش شرقیه یا غربی هم هست یا اروپایی هم هست از نظر پوست بدن؟ نه ظاهرش خیلی به حال مومشکیه سبز است، ولی خیلی مثل خارجی ها نیست، خیلی بچه خوشتیپ و خوش لباس و آف تو دیتی از نظر قیافش. نمیدونم، نه اون که میخوام ببینم که چقدر خودشو. ببینید عزیز، موضوع یه مقدار شما دو تا مسئله که بیشتر ندارید، یه ذهنی است که یه اشکالی داره یا یک نوع باورها و اعتقادات و احساسات و عواطفه که مسئله است، و هر دوتاش در حد سنگین و شدیدی نیستند. ولی اینکه شما به من میفرمایید همیشه جوری باید مشغول باشه نشان دهنده اضطراب و استرس و وسواسه، که مثلا یه چیزی رو باید بگی اضطراب و استرس رو داره. من اینو میتونم تایید بکنم آقای دکتر. خب آخه میدونید من همینقدر که شما بگید من معلمم و همسرمم پزشکه، یا میگفتید معلم هستم و همسرم افسره، من قلبم هر میریزه. میدونه؟ بله میدونم. یعنی میدونم که به هر حال جهان از دید دوستان نظامی ما و پزشک ما و معلم ما چگونه است، و به نظر من یک کمی اون راه هم همچنان سر جاشه. یعنی اگر من امکان نه که میتونم دیدار فرزند شما رو داشتم، تو 5 جلسه میتونستم به اون راه بکشم، چون دلیلی برای اینکه نخواد بره نداره. حالا به من بگید برادرش در چه وضعیتی است از نظر درسی؟ خیلی خوبه. و کجا هست؟ یعنی اون در مسیر دانشگاه است، درسته؟ بله. حالا به من بگید پسرتون اگر نخواد بره دانشگاه میخواد چی بخونه؟ میگه میخوام پلیس بشم. ولی آقای دکتر متاسفانه اینم که الان میدونم هم کار درستی نبوده، این یکی هم یه مدتی کاره تریدینگ رو توی کامپیوتر شروع کرده
و اینا یک جوری این بچه ها رو شستشی مغزی میکنن که شما اگر بخوای میلیونر میشین، نمیدونم فلانی و فلانی که میلیاردرن اصلا دانشگاه نرفتن، مدرسه نرفتن. عزیزمان از هزار ببینید اینا از اون حرفای وحشتناک خطرناک. بله. از 1 میلیون نفری که دانشگاه نرفتن 900 هزار تاش ای بسا زندگی خوبی نداره. این کسانی هم که در وسط دانشگاه ول کردند، از دانشگاه‌های مثل هاروارد و استنفورد و نمیدونم اینا اومدن بیرون، علتش هم عدم سازگاری بوده که برخی از اوقات به دلیل سرعت حرکتشون با آهستگی محیط دانشگاهی داشتن. بعدم بسیار از اینا 10 برابر یک کسی که لیسانس و فوق لیسانس و دکترا داره کتاب خوندن، زحمت کشیدن، کار کردن. هیچ کدوم از اینا رو نمیگن، گویی بحث فقط مدرکه. یعنی اصلا متوجه نیستن که این آدم ها درسته که اون درس رو نخوندن، ولی در مقابلش اگر یک کسی لیسانس و فوق لیسانس بگیره با 100 جلد کتاب، اینا 1000 جلد کتاب رو خوندن، یعنی از استادای اون رشته هم بهترن. بعدم تازه در یه شرایط خاص در وضعیتی قرار گرفتن که تونستن با یک کاری که نبوده حرکت کن. الان اگر بیان ای بسا 100 دفعه به این دنیا بیان، 1/10 اونم نخواهند شد. یعنی ببینید اینا مسائل خطرناکی است. بعد اینکه شما او رو به سمت حالا استاک مارکت یا تریدینگ بره یا بره کار بکنه، خب اینا همه اشکال بوده و الان هم باید تحملش کنید. اتفاقا پیشنهاد قبلی من خیلی خیلی درست. اولا شما باید یه ذره ارزیابی بشه، حتی یه QEG میتونید بگیرید، شاید اون موقع درستش رو نده. MRI و QEG کردیم اونا. خب بعد جواب چی بود؟ چی؟ همه چیز نرمال بوده. اوکی. اگر اونجا نرمال است. آخه نتیجه رسیدیم که ما بد تربیتش کردیم. آره نه، من میخواستم بگم که به هر حال یه فکری برای پدر مادر بکنه. بگرده ببینه پدر مادر خوبی تو اینترنت میتونه پیدا کنه یا نه. حالا پیشنهاد من همونی که قبلا عرض کردم. حرف میشینید میگید من و بابات و تسلیم میشید. اگر هرچی گفت میگید باشه، تو یه کار میکنی میری دانشگاه، ما هم هر کاری تو بخوای برات میکنیم. به همین سادگی، هیچ راه دیگه ای هم نداری. از نظر من فکر که این کار تریدینگشو ما قطع بکنیم، جلشو بگیریم، یا تریدینگشو قطع نکنیم. حرف این است که عزیزم بیا 5 تا مقاله میتونه تا با پسر من تماس بگیره، پرهام که برکلی هست، توی میتونه توی اینستاگرام پیداش کنه، براش بفرسته. پرهام براش میتونه مقاله بفرسته، البته زبان انگلیسی فکر نمی کنم پسر مشکلی داشته باشه، یا میتونه به هر حال ترجمهش رو پیدا کنه خودش. متوجه میشه که از 10 نفری که میرن تو ترینینگ 9 نفر از پا در میان و پاک باخته میشه. این کاریست که سودا، یعنی پولا رو جمع میکنین ولی 1 دفعه همه رو در یه وضعیتی از دست. یعنی یکی از خطرناکترین کاراست اینا به عنوان، و بعدم از این طریق نمیشه اصلا زندگی کرده ازش. یعنی این یه ببینید مانش به صورت جنگیدن باش نمیشی. حتی اگر به شما برگشت گفتم میرم مشروط برای اینکه بذارید من تریدینگ کنم، فرض رو برای این بگیرید که مثلا 10,000 یا 100,000 یورو تونم از بین میره، بگید حتی 2 برابر بذارید برو تریدینگ کن، برای بی برو دانش کن، یعنی تو اون مسیر خودشو قرار بده، چون براتون اون مهمه دیگه، مجبور هزینه کنید. من میدونی آخرین حرفی که به ما چی گفت؟ گفتش که بابا انقدر درس خونده، فوق تخصص هم گرفته، زندگیشو ببین، این خونهشه، اینم ماشینشه، اینم بدشه. نه 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 بگید از اون، نه 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 نه، حرفی نیست که از اون یه چیز خیلی 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 بدتره که بابا بایم، و اون همچی پسر تخصیست مثل تو داره. بله اون باعث گرفتاریشه. درسته. یعنی میدونید من مادری آمد گفت که بچه من میخواد نمیدونم حلقه بندازه به دماغش، پدر شوهر من گفت اگه اون این کار بکنه تو پسرت رو از خونه میندازم بیرون. من شوهر من بسیار جدی است، گفتم خب بیا. پسر آمد، نشستیم با هم حرف زدیم، یه به 2 ساعت هم نرسیم. بعد از 2 ساعت پدر مادر اومدن تو، اونا بودن منتظر بودن، گفتم پسرتون دیگه نمیندازه اون نمیدونم حلقه و انگشت رو هر چیزی رو به دماغش، ولی برای مدت 2 سال آینده مای 500 دلار پول میخواد که این کارو نکنه. اونا هم یه ذره تعجب کردن، گفتم همینه، نرخ همینه.
اونا دادن بچه‌ام ننداخت، خلاص شد. نه بچه ها رو میشه خرید، بخریدش عزیز، بخریدش، دست از بله پدری و مادری بردارید بخریدش. گفتم اگر دست من بود با هم صحبت بگیر، چون من ده ها نمیخوام بگم صد ها، ده ها از این بچه ها داشتم که بالاخره به با هم کنار آمدیم دیگه. بعدم شما معلومه هدف و جهتتون کجاست، درستم است که پسرم بیا اصلا بیا برو درس بخون، بیا برو دکترای اقتصاد بگیر، بیا برو بیزینس بخون، بعد بیا تو همین کارا. بله بنابراین راهی این کارش کنید، حالا که از نظر کلی اشکالی نداره، خودتون رو اذیت نکنید، ولی پاش باید بیستید، تو پاش باید بیستید، بعدم بگید اولین فرصتی هم که پیدا شد تو باید بگو اتومبیل چی میخوایی، حتما برات میخریم، یا اصلا از حالا سفارش رو میدیم که مال تو باشه روز تولدت که بتونی گواهی نامه داشته باشی خودت پشت اون ماشین بشینی، اینم ماشینت، برای که چاره غیر از این آقایی که اینجوری باشه منم میام دوباره درس میخونم. معلومه، فکر کردید غیر از این راهی داریم؟ معلومه که بله تمام نه درست طبعی. نه نه، این سیستم فقط اینجوری کار میکنه دیگه. من خاطرم از بله فرید، همین پسر کوچک من، سال دو که 8 سالش بود کتاب شروع کرد میخون، بهش گفتم من $200 به تو میدم اگر 100 جلد کتاب بچه ها، کتاب های بچه ها کوچک بود بخون. گفت باش. بعد من گفت $200 چقدر؟ من 10 تا $20 جلوش گذاشتم، گفتم اینه. باورش نمیشد که اینقدره که باش میتونه چی بخره، چون خریدی هم کردیم ببینه حتی به ما پول رو پس بده. بعد خاطرم از پس پله که میرفت بالا، کتاب دستش بود، یه پله میرفت بالا، از پشت میرفت بالا که من بوده کتاب از دستش بیفته. البته کارهای دیگه هم کردیم، اینی که الانم اگر شما برید تو اینستاگرامش میبینید که فرید هفته 1 جلد کتاب فوق العاده خوب، یعنی آخرین کتابی بله، که بله. در دنیا علمیات رو میاره مطرح میکنه، پاش ایستاده، هم پرهام هم فرید کتاب خون بار بدن، یعنی راه داره عزیز. به همچه از کتاب خدا هم راشو پیدا کرده، یه بهش درست کرده، گفته آقایون بفرمایید اینجا، به حوریام هستن، به خانمام گفته قلمان هستن، ولی مردا را جون حرف نمیزنن، و الان به امید بهش ما داریم همه این کارا رو میکنیم، چون گفتن میرید انشالله اون دنیا بهش، از جهنم شما بله. نمیترسیم چون نداره، چون به خدا نمیاد جهنم. به هر حال عزیز، ولی آقای دکتر من با شما زندگی میکنم، صبح تا شبم میخونم، گوش میکنم حرفای شما رو، ارادت خودم به شما که هیچی، ولی همیشه روز چند بار میگم دست مریضات با بچه هایی که تربیت کردیم. لطفه برحال عزیز میرسه، خودتو نگران نکنی، میرسه. همونطور که یک سال فرض کنید جلوش انداختی، 2 سال هم عقب بیفته مهم نیست، ولی میتونید به راهش بله. بیارید، به بین شرکت کنید، تو هرچی میخواییم رو به تو میدیم. حتی گفتم سر همون مسئله تریدینگ، حرف پدر این است که بیاین 10,000 یورو رو بگیریم، 20,000 یورو بگیریم، خراب کن، هر وقت هم تموم شد من خبر کن. بله. اینقدر که بدون شما کنارشید، ولی بگید برای ما مهمه، تو ما میگی ایراد داریم، اشکال داریم، بابام عقلش نرسیده، پزشک شده، متخصص شده، همه اینا بی خود قبول، ما دو تا خل چلو دیوونه رو شما قبول کنید لطفا عالی جناب، و بیاد سر دانشگاه مدرک رو بگیر، بعد وقتی که مدرک گرفتی پارش کن برو دنبال هر کاری که دوست داری. بنابراین به راه میتونید بیاید، یه ذره فرصت به خرج بدید، شده نیست. برحال خوش آشنا بودید. مرسی. یک دنیا ممنون از لطف شما. خواهش کنم. تمنم. خدا نگهدار.